بسم الله الرحمن الرحیم. بنام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما شاگردان نهایت گرامی، بیندگان محترم. شاگردان گرامی، شما به یاد دارین که درس روز گذشته ما چی بود؟ حتما به یاد دارین، تناسب معکوس بود. تناسب معکوس به تناسبی گفته می شود که با افزایش کمیت اول کاهش را در کمیت دوم مشاهده کنین، با کاهش کمیت اول افزایش را در کمیت دوم مشاهده کنید. به این میگن تناسب معکوس. درس امروز ما تناسب مرکب است. تناسب مرکب صفحه 53 کتابتان رو مشاهده کنید. شاگردای گران قد، در صفحه 53 کتابتان درس امروزی ما عنوانش تناسب مرکب است. تناسب مرکب تناسبی هست که بیشتر از دو نسبت در ارتباط باشه، به نام تناسب مرکب میگن. یعنی تساوی زیادتر از دو نسبت را به نام تناسب مرکب میگن. اگر ما یک تناسب مرکب را برتان نشان بدیم، مثلا ما بگوییم که 1/2 مساوی است 2/4 مساوی است به 4/8. اینجا یک تناسب هست که بیشتر از دو نسبت در ارتباط هست و در عین زمانی فعالیت کتابتان هم هست. در فعالیت کتابتان اینجا تعداد چی است؟ تعداد گیلاس ها، گیلاس ها، و اینجا تعداد قاشق ها. خب تعداد گیلاس ها و تعداد قاشق ها را گفته، اگر شما در یک گیلاس 2 قاشق شربت مخلوط کنید یا بیاندازید، در 2 گیلاس چقدر میندازید؟ پس 2 گیلاس شد 4 میشه. پس در 4 گیلاس چقدر میندازید؟ 8 میشه. خب پس اینمی را که در کتابتان اینجا گفته، در 3 گیلاس هم براتان گفته که ایران میتونیم براتان در 3 گیلاس 6 قاشق، پس در 4 گیلاس 8 قاشق. پس شما در اینجا میبینین که یک نسبت ثابت بینی از این راست، نسبتشان 1/2 هست. یعنی هر تغییری که در تعداد گیلاس میایه، متناسباً تعداد قاشق هم تغییر میکنه. اگر این زیاد میشه قاشق هم زیاد میشه، اگر این کم میشه قاشق هم کم میشه. خب این بود فعالیت کتابتان. ما گفتیم که تناسب مرکب تناسبی است که بیشتر از دو نسبت با هم در ارتباط باشه، یا از تساوی بیشتر از دو نسبت تناسب مرکب به وجود میاد. حال سوال را بر ما میگه که 5 نفر کارگر برای 4 روز. اینجا نوشته میکنیم 5 نفر. اگر 5 نفر کارگر روزش چی که باشه؟ با 4 روز مزدی از اینا، مزدی از اینا 80,000 باشه، 80,000 افغانی باشه. 5 نفر کارگر 4 روز کار کنه، مزدش 80,000 افغانی باشه. خب 8 نفر کارگر 6 روز اگر کار کنه، مزدش چند میشه؟ این خودش یک تناسب مرکب است. وقتی 5 نفر کارگر 4 روز کار کنه، مزدش 80,000 افغانی شوه. 8 نفر کارگر 6 روز کار کنه، مزدش چند افغانی میشه؟ حالا ما نشته میکنیم که 80,000 تقسیم x مساوی است به 4/6 مساوی است به 5/8. ببینید شاگردای نهایت گرامی، شما اول بیاین تناسب را تشخیص بدین که کدامش معکوس است، کدامش مستقیم. در اینجا شما میبینین که وقتی 5 نفر باشه 80,000، 8 نفر چی میشه؟ باید زیاد شوه. پس اینجا شما تناسب را تناسب مستقیم میبینین، یعنی تشخیصی از این قسم میکنین که 80,000 این را مقایسه میکنین با مجهول مساوی به 4/6. 4/6
در اینجا وقتی که 4 روز کار کنه 80,000، 6 روز کار کنه باید زیاد شوه. پس این تناسب چی است؟ تناسب مستقیم. این تناسب مستقیم است. پس اینجا بازم 80,000 را مقایسه میکنیم با چند؟ با 5/8. که ببینیم 5/8. میبینیم وقتی که 5 نفر باشه 80,000 مزد دستمزدشان چه؟ 8 نفر باید زیاد چه؟ پس ایام یک تناسب چی است؟ تناسب مستقیم. مستقیم. حالا میبینیم وقتی که تناسب مستقیم است که با این تیرا هم شما نشان داده میتونین تناسب مستقیم را به این شکل وقتی که دهن این تیرا به طرف بالا بود تناسب مستقیم. پس در اینجا دیگه خیر نشته میکنیم 80,000 ضرورت به معکوس نداریم. x مساوی هست و مستقیم اینا را به حالت ضرب قرار میدیم، دیگه هیچ ضرورت نیست که ما این را معکوس بسازیم. پس نشته میکنیم 4 ضرب در 5 بر 6 ضرب در چند 8. خب ما در اینجا میتونیم اختصار هم بکنیم، میتونیم این یک مقدار دیگه هم پیش ببریم. 4 ضرب 5 20 میشه. پس 80,000 تقسیم بر x مساوی میشه 4 ضرب 5 20. 8 6 8 48 48. پس از اینجا 20 x مساوی میشه 48 ضرب در 80,000. خب اطراف تقسیم 20 میکنیم، وقتی تقسیم 20 کنیم x مساوی میشه با 48 ضرب در 80,000 تقسیم 20. حال ای رو با ای یک صفر با یک صفر خلاص میکنیم. 1 2 2 4 2 ای را اختصار میکنیم. 2 2 4 در اینجا بگیریم. 2 2 4 4 2 8. پس از اینجا میگیم که x مساوی هست وقتی که 48 ضرب بزنیم 8 8 4 32 را 2ش حاصل بر 3. 8 2 16 16 و 3 19. بازم متوجه باشین 8 4 32 32 را 2ش حاصل بر 3. 8 2 16 16 و 3 19. چند صفر داریم؟ 1 2 3. 3 صفر پیش روش میگذاریم. پس از اینجا پیدا کردیم که دستمزد از اینا چند میشه؟ 192,000 افغانی دستمزد از اینا میشه. خب این بود حل این سوال. یعنی قسمت شما ببینین اختصار کردیم به 2 صفر به صفر خلاص کردیم. 1 2 2 2 2 4 4 2 8. 24 ضرب 8 کردیم 192 شد. 3 صفر هم پیش روش گذاشتیم. خب میم سوال دیگه را مطرح میکنیم. این سوال دیگه را قسمی مطرح میکنیم که هم تناسب مستقیم باشه در و هم شامل تناسب معکوس. در سوال دیگه ما مثلا شما ببینید 10 نفر کارگر، بازم تعداد نفر را نوشته میکنیم. نفر 10 نفر است. 10 نفر کارگر کانالی را به طول 12 متر، اینجا طول کانال 12 متر حفر کنه در چند روز؟ روزش را مشخص میکنیم 8 روز. حالا 10 نفر کانالی را در به طول 12 متر در 8 روز حفر کنه. شما اگر 5 نفر باشه طول کانالی که با عین طول عین کانال را به طول 15 متر حفر کنه در چند روز. ببینید سوال قسمی است که 10 نفر کارگر به طول 12 متر کانالی را حفر کنه در 8 روز.
5 نفر کارگر عین کانال را به طول 15 متر در چند روز. پس ما میایم نوشته میکنیم که 8 بر x مساوی بر 12 بر 15 مساوی بر 10 بر 5. حالا میایم تشخیص میدیم که 8 بر x x مساوی 12 بار 15. تشخیص بسیار مهم است که شما اینا بفهمید. 15 وقتی که در 8 روز طول کانال حفر شده 12 متر باشه، اگر 15 باشه باید طول کانال زیاد شوه یا کم. وقتی که 8 روز شوه 12 متر حفر کنن، خیر 15 متر تعداد چی شوه؟ باید زیاد شوه. پس ما اینجا میگیم که این تناسب، تناسب چی است؟ مستقیم است. تناسب مستقیم است. تناسب مستقیم. چرا وقتی که در 8 روز 12 متر حفر بکنه، در 15 روز زیاد میشه. پس همین میگیم 8 بر x را با 10 بر 15 مقایسه میکنیم که 10 بر 5 مقایسه میکنیم. تعداد 10 نفر در 8 روز کار کنه، 5 نفر در چند روز زیاد شود. پس این تناسب میفهمید تناسب چی است؟ تناسب معکوس. معکوس. خب وقتی که یک گپ را فهمیدیم، حالا بسیار راحت نوشته میکنیم که 8 بر x مساوی میشه. این را با حالت خودش میمونیم. 12 بر 15. 12 بر 15 ضرب در معکوس میکنیم 5 بر 10، چون این تناسب چی بود؟ معکوس بود. از اینجا میتونیم اختصار کنیم 3 5 15 1 5 5. خب میم با 5 با 2 5 2 10 6 2 12. پس از اینجا خیلی نتیجه میشه 8 بر x مساوی اینجا چند مون؟ 6 مساوی میشه با 6 بر 3 5 15 15. حالا ببینین این را به 5 اختصار کردیم 1 5 5 3 5 15. این را به 2 اختصار کردیم 5 2 10 ایران به 2. حالا از اینجا نتیجه میشه که طرفین وسط هایی میکنیم 6 x مساوی است به 15 ضرب در 8 یا 8 ضرب در 15. به خاطری که x را پیدا کنیم اطراف تقسیم 6 میکنیم. پس x مساوی میشه به 8 ضرب در 15 تقسیم بر 6. حالا میایم به اختصارش میکنیم به 3 2 3 6 5 3 15 4 5 20 میشه. پس در اینجا ما پیدا کردیم که x ما قیمتش چند از 5. یعنی اگر 5 نفر با 15 با طول 15 کانال را با طول 15 متر حفر کنه در چند روز؟ در 20 روز. یعنی روز اینجا اضافه میشه. خب شاگردان نهایت گرامی، ما آمدیم تناسب را نوشته کردیم، تناسب را تشخیص کردیم، این تناسب معکوب مستقیم بود. حالا اینجا ما میتونیم که این را بگیریم تناسب به این شکل و این را بگیریم به این شکل. پس این تناسب مستقیم شد، این تناسب معکوس بود. آمدیم نوشته کردیم تناسب مستقیم با حالت خودش، تناسب معکوس را ما صورت به مخرج، مخرج به صورت. بعد از او ضرب زدیم. وقتی که ضرب زدیم شما 1 3 3 گفتیم، 1 5 3 15 1 5 5 و 2 5 2 10 و 6 2 12. آمدیم 8 بر x خودش مان 6 بر 15. طرفین و وسطین کردیم، اینجا اختصار کردیم و 3 اختصار کردیم 2 3 6 5 3 15 باز 1 2 2 4 2 8 4 ضرب 5 20. پس قیمت ما چی شد؟ 20. این بود تناسب مرکب
یعنی تناسب مرکب را ما گفتیم که متشکل از تناسب مستقیمی باشه، یعنی دو نسبت بیشتر از دو نسبت در ارتباط باشه، یا میتونه هم تناسب در یک تناسب مرکب، هم تناسب معکوس و هم تناسب مستقیم وجود داشته باشه. بهتری است که شما این تناسب‌ها را تشخیص بکنین، بعد از او به حل از او بپردازین. کار خانگی شما دوستان، چون وقت کم هست که من بیایم تمرین کتابتان حل کنم، در تمرین برین، سوالات هست، این سوالات را شما حل کنین. اول چیزی که مهم است شما در تناسب مرکب تشخیص کنید که کدام تناسب تناسب مستقیم است و کدامش تناسب معکوس است. یک بار دیگر باز هم میگم که ما گفتیم که تناسب مرکب تناسبی است که از تساوی زیادتر است دو نسبت به وجود آمده باشه، که تناسب را تناسب مرکب میگن. شما میفهمین که در تناسب حاصل ضرب طرفین مساوی با وسطین است. تا روز دیگر که باز در خدمت شما خوبان قرار میگیریم، روز و روزگار شما خوش. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.